چند تا جمله مشخص و معروف من زیاد شنیدم تو این ایام که بخشش هم تو این روزنامه های مربوط به ارگان های در واقع مشخص هم زیاد شما میبینید که اینا سر سفره نظام نشستن و به اندازه زیادی فربه شدن و الان احساس میکنن که قرار اتفاقات بزرگی توی تحولات اجتماعی ایران بیفته، انقلاب بشه یا یه چیزی بشه و اینا میخوان ازالان بار بعدیشون رو ببندن. این جمله زیاد شنیده شده، حداقل به ما هم زیاد گفتن و توی بعضی از این میگم جرایدشون هم هست. خیلی تحلیلایی به نظر من آبکیه از این ماجرا و متوجه این موقعیت نمیشن که خب اون کسی که از این محل اگر این مسئله ذهنیش بوده باشه، اون در واقع حالا بازیگر یا هر کدوم از هنرمندان یا اساسا هر فعال دیگه ای، خب اونا میتونستن همین شیوه رو ادامه بدن. چرا یه جایی دگمه استاپ رو زدن؟ چرا یه جایی احساس کردن کافیه؟ اون نظریه بعدیشون مطرح میشه که چون احساس کردن که حکومت داره عوض میشه، یعنی به صرف این که احساس کردن داره حکومت عوض میشه، اینا اومدن همسو شدن با یک جریان دیگه در خارج از کشور. باز به نظر من این تحلیل در واقع کم مایه‌ایه. یه چیزی رو متوجه نمیشن و اون این که بخش زیادی از بدنه حوزه فرهنگ و هنر کشور به دلیل نوع فعالیتشون ارتباط نسبتاً وسیعی با جامعه باید داشته باشن. یعنی ما وقتی که فیلم میسازیم اینجور نیستش که بریم توی اتاقه که خودمون بشینیم بنویسیم همونجا هم یه کاری رو انجام بدیم ربطی هم به جامعه نداشته باشه. ما از یه جایی وارد جامعه باید بشیم، حداقل زمانی که داریم فیلم برداری میکنیم، یعنی به شکل طبیعی با مردم باید مواجه بشیم و اگر هم این اتصال برقرار نباشه آثار ما طبیعتاً توسط مردم دیده نمیشه. تو تلویزیون خیلی زیاد بود این موضوع، الان خب وضعیت بسیار بغرنجی پیدا کرده تلویزیون، ولی قبل‌تر خب این موضوع خیلی جدی بود. یعنی اون اثر به میزان قابل توجهی با جامعه خودش میتونست مرتبط بشه. خود این ارتباط میشه ارتباط هنرمند با جامعه و اساساً این رابطه دو طرفه است، یعنی مردم هم طبیعتاً از هنرمندان خودشون توقع دارن. این موضوع ما در کشور ما فقط نیست، تقریبا تو بسیاری از این جلسات ما باید یه مقدمه این مدلی رو برای آقایون مسئول تعریف کنیم که نقش اجتماعی هنرمندان رو اول بگیم که چرا شما الان در واقع بهت زده شدید از این که هنرمندان و فعالین این حوزه دارن عکس العمل نشون میدن. این به خاطر نوع شغلشونه و نوع ارتباطشون رو با مردم و درخواستی که ازشون توسط مردم در واقع گاهی اوقات میشه. این قابل فهم البته که فضای مجازی خیلی وقتا برهم زننده است. یعنی بله ممکنه من خودم توی فضای مجازی وقتی که دارم یک جریان رو اطلاع رسانی میکنم یا تحلیل خودم رو از یک ماجرا میگم، کسایی میان در واقع کامنت میذارن و مثلا میگن که تو چرا اینجوری حرف میزنی، تو چرا اونجوری حرف میزنی، و اون ممکنه منو هدایت بکنه به یه سمت دیگه ای. خب این اتفاق همیشه بوده، نه فقط برای هنرمندان، اتفاق برای مسئولین هم بوده.